اولین دعوای منجر به کلانتری سر یک ملودی را کلانتری 11 باغ زهرا ثبت کرده است. ساعت 12 شب پشت بازار جنگزده ها قیامت شده بود و وقتی گروبان کشیک رسیده بود 45 دقیقه ثبت کرده بود تا از زدن هم خسته بشوند. سر رایت کدام ترک عالم موسیقی 108 نفر هوادار هم را زدند که سر محمد نبودی زدند. بخشو هنجره و پسورد بوشهر بود و فخری گرفته بود از روش محمد نبودی را خوانده بود. انگار جرمن ها بردارند رو سرود ملی فرانسه یک ترانه آلمانی بگذارند. افسر کلانتری باغ زهرا ایستاد بین گنگ عرب ها و گنگ بخشوبازهای افراطی بوشهر و آرام گفت جنگن رفیق باشین، اگه محمد نبودی جای خالی هر جوون رعنایی که به خاک میفته رو پر میکنه، خب بذارین بکنه. کاش برای هر مرد که بر خاک میافتد یک ترانه داشتیم. اگر قرار بود تمام ملت بوشهر را جمع کنند روی تلی سر تپه‌ای رخ اسکله‌ای جایی و تمام کربلا را توی یک سطح برایشان شهر بدهند، هیچ مقتل و منبری لازم نبود. یک بیت شعر لازم بود و دو دانگ بخشو. لیلا به گفتا ای شه لب تشنه کامان، دستم به دامان آه و الهمان، رودم به میدان می رود در چنگ گرگان، از هجر اکبر مشکل برم جان. هواپیمای 330 ارتش را تقدیر بیابانهای حوالی تهران زد زمین، در حالی که پسر رشید خرمشهر توش بود. یک روز از آزادی خرمشهر سالی گذشته بود. جای خالی محمد جهان‌آرا را ولی هنوز چیزی پر نکرده بود. حسین فخری و رفیقهاش نشسته بودند بالای سرش. محمد جانگیرتر از این بود که زیر یک سنگ مرمر یک سال دراز بکشد. باد تو خلوت و غریبی بهش زهرا می پیچید. خرمشهر آزاد شده بود ولی هیچ راه تماسی با فرمانده نبود. بعد انگار که خود بخشو زنده شده باشد، آمده باشد، چندک زده باشد کنارش، مثل یکی که ناغافل فندک زیر سیگارت می گیرد، صدایی پیچیده بود توی سرش. نوحه‌ای که سال روی سال غم اکبر حسین علی را کول گرفته بود، حتم از پس غم کوچه های رنبیده خرمشهر و جای خالی محمد جهان‌آرا بر می آمد. یک بار چیزی ما بین نوحه یا ترانه، حد فاصل تهران تا خرمشهر تا آبادان تا پس کوچه های بوشهر را پر کرد که محمد نبودی ببینی شهر آزاد گشته، خون یارانت پر ثمر گشته. یک وقت 7-8 بیت نوحه تمام داستان یک جنگ را نقل می کند. یک وقتی هم یک نما از لنز خاک گرفته یک دوربین کج و کوله با کادربندی مضطرب. محمد نبودی صدای جنگ شد، روایت فتح تصویرش برای همیشه. ما وظیفه ی روایت فتح را بر عهده داشتیم، اما کدام زبان و بیانی و چگونه از عهده یا روایت آنچه می گذشت برمی آید. اگر صدای کسی در نمی آمد، می خواستم اولش اینطور شروع کنم که یک جایی بهروز افخمی گفته یا نوشته است این سبک آوینی سابقه دارد. سابقهش برمی گردد به مستند خانه سیاه است. این ترکیب بین تصویر مستند و گفتار شاعرانه مال فروغ است.
به ویژه لحن گوینده یعنی خود فرخزاد. و تهش هم میخواستم بگویم اگر غیر از این بود که آن روایت های فتح آنطور غزل از آب دره میامدن که خب البته نمیشود، هیچ کدامش را نمیشود گفت، فقط حرف های تطبیق یافته میشود زد. اما میشود از یک فیلمساز حرف زد. کسی پی این نیست که یک فیلمساز را در تملک خودش در بیاورد. یک فیلمساز که می جنگید، می رفت کروکی و شکل در خون غلطیدن جوانهای وطن را در می آورد، با انبوهی راش بر می گشت، می نشست پشت مووی الا و برای چشمهای نگران پشت تلویزیونهای سیاسفید خانه‌های ایران ترانه می خواند، شعر یا هر چیزی که سینما توی توبرش داشت برای تسلا. همینطور که همان وقت توی عراق یک کنج استودیوی کوچک و نمونا گرفته‌ای در بغداد یک پسری هم سن و سال او داشت راش جوانهای به خاک افتاده سرزمینش را اسمبل می‌کرد و دنبال نریشنی بود که بار نفسبر مادران عراقی را کمی سبک کند، شاید او و مرتضی آوینی در یک شب، در یک ساعت و در یک دقیقه همسان یک شکل سر گذاشته باشند پای باکس مونتاژ و گریسته باشند. دو تا گریه جداگانه برای دو تا جبهه جداگانه. آنها لای جنگ، لای تفنگ ها و ترکش ها یک چیز دست و پاگیر بودند، یک چیز دست و پاگیر که چیزی جدای از اخبار فتوحات و عدد و رقم تانک ها را به اطلاع اهالی سرزمینشان می رساندند. آنها سینما بودند و سینما می خواست احوال آدم را مخابره کند، از حال آدمی زیر باران بارود برای آدم‌های زیر فواره استراب خبر ببرد. به آوینی سلام می‌کنیم طوری که به سینما سلام می‌کنیم. آن پسر عراقی و رفیقهاش را نمی‌دانم، ولی این پسر ایرانی و رفیقهاش روی دست همه آداب رزم و ادبیات فرماندهان بلند شدند و لحن جبهه‌های ایران را از آن خود کردند. جنگ با لهجه مرتضی آوینی ادامه یافت. این تاجی است که اول، دوم، سوم روی سر سینما می نشیند، بعد تا ابد کنار اسم آوینی. تاجی به شکل مین، به رنگ خون که بهار 72 در میانه جنگی که توی سرش تمام نشده بود توی خلوت یک دشت بهش اهدا شد. وقتش است که نه توی کیان و آدینه باشیم و نه توی کیهان آن سالها چیزی بنویسیم. وقتش است مثل یک یوگی مبتدی که ذهنش جانه میگیرد برویم به روزی میانه دهه 60. به یاد بیاوریم بارود بوی قالب فلات ایران بود، توی هر مدرسه یک پناهگاه بود و توی هر کوچه‌ای شبها تا دیر وقت شبها زنی میخزید لای دار و درخت‌های حیات خانش و پسرش را صدا میزد، پسرش را که غروبی کرده بودند زیر خاک و برگشته بودند خانه، پسرش که لحاف و حوله و دمپایی‌هاش بود خودش نبود. روزهایی که کامران آوینی با اسپلایسر جنگ کات خورد و به سید مرتضی تبدیل شد.